درود به همه دوستای عزیزم، من مریم پور اسکندری هستم و امروز میخواییم با هم این هدبند رو ببافیم. من از کانوای دیوای بیبی استفاده میکنم به خاطر اینکه بیبی حساسیت نمیده و چون هدبند با پیشونی در تماسه، من ترجیح دادم از این کانوای استفاده کنم. 100% کتان هستش، 250 گرمی، قلاب شماره 3.5، سوزن و قیچی. بریم که شروع کنیم. برای شروع نخای گره میدم. و 16 تا زنجیره میزنم. سعی کنید زنجیره هاتون یک اندازه باشه. 16 تا زنجیره زدم. 1، 2، 3 تا زنجیره میشموریم توی زنجیره چهارم. من توی حلقه پشتی میبافم. توی زنجیره چهارم توی حلقه پشتیش، شما میتونید توی حلقه بالایی ببافید ولی من میخوام توی حلقه پشتی ببافم. دو تا پای بلند میزنیم. 1 و 2. دو تا زنجیره رو رد میکنیم توی زنجیره بعدی، 1 پای کوتاه و 2 تا پای بلند میزنیم. 1 و 2. و همین ترتیب 2 تا زنجیره رد میکنیم توی زنجیره بعدی، 1 پای کوتاه و 2 تا پای بلند، تا انتهای کارمون 3 تا زنجیره باقی بمونه. انتهای کار 3 تا زنجیره باقی میمونه، 2 تا رو رد میکنم و توی آخری 1 دونه پای کوتاه میبافم. حالا 3 تا زنجیره کارو برمیگردونیم. توی همین پایی اول، همینجا که آخرین پای کوتاه رو بافتیم، 2 تا پای بلند میبافم. 1 و 2. 2 تا پایه بعدی که 2 تا پای بلند رج قبلی میشن رو رد میکنیم. توی پایه بعدی که پای کوتاه رج قبل هست، 1 پای کوتاه و 2 تا پای بلند میزنیم. این پای کوتاهمون و اولین پای بلند، دومین پای بلند. دوباره 2 تا پایه بعدو که پای بلند هست رد میکنیم. توی پایه بعدی که پای کوتاهه، 1 دونه پای کوتاه و 2 تا پای بلند. و همین ترتیب این کار ادامه میدیم. انتهای رج 2 تا پای بلند رو رد میکنیم. اینجا که این فاصله افتاده داخل این زنجیره، 1 دونه پای کوتاه میبافم. اینجوری. حالا دوباره 1، 2، 3 تا زنجیره میزنیم و این رجمون رو تکرار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی توی همین پایه اول 2 تا پای بلند، 2 تا پایه بعد که پای بلند رج قبل هست رد میکنیم، توی بعدی 1 پای کوتاه 2 تا پای بلند، دوباره 2 تا رو رد میکنیم، توی بعدی 1 پای کوتاه 2 تا بلند، دوباره 2 تای بعدی رو رد میکنیم، توی بعدی 1 پای کوتاه 2 تا بلند، بعدی رو رد میکنیم، 2 تای بعدی رو توی این فاصله که افتاده 1 دونه پای کوتاه. این بافت رو اینقدر ادامه میدیم تا به اندازه دور سرمون برسه. خب من به اندازه که میخواستم رسیدم. برای اینکه بدونین دور سرتون اندازه است، بعد این 2 سر رو به هم بگیرین و به سرتون اندازش کنین. حالا رج آخر، آخرین دونه رو که بافتم، پای کوتاه رو که بافتم، همینجا 1 دونه بست هم میزنم. 1 زنجیره و نخو قطع میکنم. 1 ذره بلند قطع میکنم چون میخوام 2 طرف کار رو به هم دیگه بدوزم و از بافت خارجش میکنم. بعد اینجوری محکمش میکنم. حالا باید این نخو وارد سوزن کنیم، این نخ اضافی رو به این شکل وارد سوزن میکنم. این 2 سر رو باید به هم دیگه شروع کنیم به وصل کردن. اینجوری روی هم قرار میدیم. من از اینجا رد میکنم سوزنو.
نه این، این طرف کار هست، روی کار و این پشت کار. حالا نخو اضافهش رو از داخل بافتتون پنهان کنین. گرهش بدم که محکم بشه. بعد اینجوری از داخل بافت شروع میکنیم به عبور دادن. همینجوری رفت و برگشتی پنهانش میکنیم. این نخ دیگر رو هم همینطور و اضافی نخ رو از تخت قیچی میکنیم. خب نخ رو از پشت کار پنهان کردم. این پشت کاره و این روی کار. ببینیم بافتمون خیلی تمیز و زیبا شد. امیدوارم ببافین و به خوشی ازش استفاده کنین. و اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفا من حمایت کنین و ویدیوهای بعدی رو با هم همراه باشین.